چرا خدا قوم اسرائیل رو انتخاب کرد؟ ارجحیت قوم اسرائیل بر اقوام دیگر در چه بود؟ ما توی عدد میبینیم که خدا قوم اسرائیل انتخاب میکنه و انگار تنها با این قوم کار داره و قومهای دیگر رو بهش پشت کرده و اونها رو تنبیه میکنه. هرچی برکت هستش، اصلا قوم اسرائیل رو از یک سرزمین از بندگی در میره به یک سرزمین حاصل خیز میبره، به سرزمین کنعان میبره، در جایی که اون مردم رو میگن بیرون بکنید اونجا و اسرائیل اونجا سکنا میده. در مورد این مسئله چی میگه؟ آیا چرا خدا اسرائیل رو عزیز دوردونه خودش به نظر داره؟ اون چیزی که من در کتاب مقدس خونم مهدعتی خوندم برام اینطور باز شد که قوم اسرائیل یکی از طغیانگرترین و یکی از بدترین قوم‌هایی بود که همیشه جلوی خدا میایستاد. همیشه میگن نون خدا رو میخورد، نمک خدا رو میخورد، نمکدون رو میشکست. همیشه. و خداوند گفتش که من میام از بدترین بهترین درست میکنم، یعنی فدیه میدم. دقیقا میشه گفتش که یک نمادی هست از کاری که خداوند در طریق مسیح انجام داره میده برای ماها. میگه که من میام و انسانهایی رو که مرده هستن و در گناه هستن و در طغیان با من هستن و من میام اینها رو فدیه میدم از طریق عیسی مسیح. و خداوند اومد یک نمونه بارزی رو در طی تاریخ انسان به انسان نشون داد از یک قوم سرکش و گفت این قوم سرکش من میارم و این قوم سرکش من بهشون برکت میدن تا منو بشناسن و محبت من رو، عمق محبت من رو بفهمن، که اگه برای دیگران این نمونه‌ای باشه که بدونن که من خدای رحیم هستم و شما رو دوست دارم. پس اگه خداوند انتخاب کرد قوم اسرائیل رو به خاطر این نبود که نمونه ترین قوم بودن، به خاطر این بود که سرکش ترین قوم بود، ولی خداوند گفتش که من اونها رو برکت میدم و میخوام نشون بدم که محبتم چقدر هست. بازم برمیگردیم سراغ این که نمونه همین رو خداوند اومد برای تمام ما آورد و بعدش گفتش که همه ما حتی در ایران در هر جا که باشیم مانند قوم اسرائیل قوم خداوند هستیم و خداوند از طریق خدا از طریق پسرش عیسی مسیح میتونه ما رو فدیه بده. دو قسم شاید بشه به دو این بخش رو به دو جور مختلف نگاه کرد. اولینش اینه که اصلا چرا قوم اسرائیل رو انتخاب کرد. توی کتاب تثنیه خیلی قشنگ میگه، میگه خداوند دل خود را به شما نبست و شما را بر نگزید از این سبب که از سایر قوم ها کثیرتر بودید و زیرا که شما از همه قوم ها قلیل تر بودید، لیکن از این جهت که خداوند شما رو دوست می‌داشت. و دلیل دوست داشتن رو هم ما نمیتونیم خارج از ذات خدا بگردیم و پیدا بکنیم. در دلیل دوست داشتن اسرائیل توسط خدا چیزی در درون قوم اسرائیل نبود، که خدا به خاطر ذات خودش این قوم رو دوست داشت به این خاطر که بتونه از قوم اسرائیل استفاده بکنه تا نجات رو به تمامی دنیا بده. قوم اسرائیل انتخاب شده بود تا ذات خدا رو، خوددوستیت خود رو، شخصیت خود رو در تمام دنیا انعکاس بده، که در این قسمت میبینیم که خراب میکنه. وقتی که قوم اسرائیل رو به کنعان میبره، وقتی کنعانیان رو رد میکنه، بعد به خود قوم اسرائیل رو میگه، میگه زیرا مردمان آن زمین که قبل از شما بودن جمعی این فجور را کردن و زمین نجس شده است، مبادا زمین شما را نیز غی کند اگر آن را نجس سازی، چنان که امتها را که قبل از شما بودن غی کرده است، یعنی ببخشید بالا آورده است. داره در واقع این صحبت رو میکنه، میگه که شما فکر نکنید پارچه جدا بافته هستید، تافته جدا بافته هستید و شما خیلی وضعتون خوبه. شما هم اگر عوامر من رو نگه ندارید، به همون صورتی که قوم کنعانیان رو که اینجا در مورد کنعانیان که میگه تمام اون اشخاصی که حالا مختلفی که حالا اسماشون هم یادم نیست توش هستن رو داره از نمایندگی اونا صحبت میکنه، میگه اونا رو اگر بیرون کردن به خاطر گناهان خودشون بود، شما هم همون گناهان رو مرتکب بشید، من شما رو هم مجازات خواهم کرد و گناهان شما رو زیر قالی نخواهم کرد. که امروز فکر میکنم که گفتیم ما هم به عنوان اسرائیل در مسیح کسایی هستیم که داریم شخصیت خدا رو نمایندگی میکنیم و باید مواظب باشیم که همونطور که خدا هست اون تصویر رو که خدا در درون ما گذاشت ما رو موافق و شبیه خودش خلق کرده بتونیم دقیقاً اون رو به دنیا انعکاس بدیم. و در ادامه حرف شما که گفتین کوچکترین قوم ها بود در اون زمان، در عین حال خیلی بی پناه بود. اصلا اون موقع که میبینیم خداوند اون قوم رو انتخاب کرد، هیچ کشور مکانی یا مثل قوم های دیگه لشکری سلطنتی پادشاهی نداشت، خیلی خیلی تنها بود میتونیم بگیم. ولی خداوند در طول کتاب مقدس هم وقتی میبینیم اینها سلاحی برای جنگ یا مجهز به اون چیزهایی که شاید قوم های دیگه بودن نبود، ولی
با خدا بودن که همیشه پیروز و موفق بودن. یعنی خداوند میتونم بگم اون کوچکترین ضعیفترین رو انتخاب کرد. نه به این دلیل که خدا خواسته اونجا ضعیف ها رو ازشون نگهبانی میکنه، دلیل اصلی خدا این بود که فقط... بگه که نه شما درتون چیزی نیست که من با دیدن شما بگم که مثلا خوشمه یه چیزی رو دارید. بله. و در این حال این آشکار میشه که فقط این کار خدا میتونه باشه، نه بر اساس توانایی ها و چیزایی که اون قوم. ولی با اتکای دیگه هم بکنیم که امروزه در عهد جدید که ما داریم زندگی میکنیم، الان بیننده های عزیز، خداوند میگه که همه شما، تک تک شما اسرائیل من هستید. یعنی برگزیده من هستید، همتون رو دوست دارم. نه اینکه حتما از کشور اسرائیل باید باشید، نه. میگه که ای ایرانی عزیز، عزیزی که نشستید توی تهران، توی شیراز، توی زنجان، هر جا داری برنامه نگاه میکنی، با من که هستی، تو برگزیده من هستی، اسم تو رو میذارم اسرائیل من. بازم این حرف سیاسی شما شیرازی ها رو وسط کشیدیم. ما وسط شیرازی ها رو وسط کشیدیم.